احمد ابن زروق و ابن عجیبه از جنید نقل میکنند که در یک مسئله دو تا فتوا داد، یکی رو به یک جواب داد، دیگری رو جواب دیگه، و این عیناً همون چیزیست که اهل بدعت مدعی تشیع از محمد باقر نقل میکنند، همچنان کلینی از زرار بن عیون نقل میکنه که گفته من از ابو جعفر یه مسئله رو سوال کردم، شخص دیگه آمد همون مسئله رو سوال کرد، برخلاف جوابی که به من داده بود به اون یه جواب دیگه داد، شخص سوم آمد همون مسئله رو سوال کرد، برخلاف جواب من و جواب همراه هم یه جواب سومی داد. وقتی که اونا خارج شدن من بهش گفتم که ابن رسول الله، ای فرزند رسول خدا، این دو نفر از اهل عراق بودن، اومدند که سوالی بکنن، هر کدوم از اونها رو تو یک نوع جواب دادی برخلاف جواب رفیقش. گفت ای زراره، این بر ما و بر شما بهتره، بر بقای من شما کمک میکنه. اگه واقعا این روایت راسته، پس سیستانی چه گناه داره که 200 میلیون دلار گرفت از برمر؟ اینم حرفش همینه، من برای بقای شیعه این حرف رو زدم، این 200 میلیون دلار رو گرفتم. سیستانی فتوا فروش و دین فروش، همه اینا اینطوری هست، همه شون گر حکم شود که مست گیرند باید که هرچی هست گیرند. تمام این مراجعه دین فروشند و دزدان دینند.